پهپادهای ایرانی همچنان قوقا به پا میکنند و حتی چینی ها هم از قدرت پهپادی ایران به وجد اومدن. سلام و درود خدمت همگی رفقا و پارتیزانی های عزیز، خیلی خوش اومدید به یکی دیگه از برنامه های کانال ما. امروز و در این برنامه قصد داریم اظهار نظر جدید کارشناسان چینی در مورد قدرت پهپادی و نظامی ایران رو بررسی کنیم و ببینیم که چی در مورد قدرت پهپادی ما میگن. پس تا انتهای این برنامه با ما همراه باشید و به هیچ وجه اون رو از دست ندید. البته قبل از این که بخوایم شروع کنیم، اگر تا الان ما رو سابسکرایب نکردید، لطفاً ساب کنید و با لایک ها و کامنتاتون به ما انرژی بدید و تیم ما رو دلگرم کنید. خب حالا بدون فوت وقت بیشتر بریم سراغ اصل برنامه ی امروز. چند روز پیش کارشناس نظامی یکی از شبکه‌های پرطرفدار تلویزیونی چین در خصوص گسترش صنعت پهپادی در ایران نکات قابل توجه و بسیار جالبی رو مطرح کرد. این گزارش در رسانه‌های دیگر چین هم بازتاب خیلی خوبی داشته. توی این گزارش کارشناس چینی به توانمندی فوق‌العاده ایران در گسترش پهپاد و تسلیحات مشابه اشاره کرده. در ابتدای گزارش این کارشناس سعی کرده که وضعیت پهپادی ایران رو با شرایط 20 سال پیش خودشون قیاس کنه و با بررسی این شرایط متوجه پیشرفت چشمگیر ایران در ایده برداری از تسلیحات آمریکایی و بومیسازی اونها در داخل شده. این کارشناس اعلام کرده که ایران که از تحریم‌های ظالمانه رنج میبره موفق شده علارغم ممنوعیت فروش تسلیحات آمریکایی به اونها در زمینه مهندسی معکوس این نوع از جنگ افزارها اقدام کنه. کارشناسان برنامه باز هم متوجه موفقیت چشمگیر پهپادهای ایرانی در اوکراین شدن و دوباره سعی کردن موضوع رو بررسی کنن. اونها با دیدن عملیات پهپادهای انتحاری ایرانی در اوکراین ویژگی‌های این پهپاد رو تشریح کردن. توی این برنامه به گل سرسبد پهپادهای ما یعنی شاهد 136 هم اشاره شد. شاهد 136 با برد 2000 کیلومتری خودش و از همه مهمتر ارزان بودن اون توجه چین رو به خودش جلب کرده. چینی ها اشاره کردند که این پهپاد توانایی انهدام سنگرها، پایگاه‌ها و زیرساخت‌های غیر نظامی و انواع تجهیزات زرهی دشمن رو داره. سر جنگی اون 20 تا 30 کیلوگرمه و با موتور پیستونی خودش میتونه تا 200 کیلومتر در ساعت سرعت داشته باشه. طول شاهد حدوداً 3 متر و از لانچرهای کامیونی قابل شلیکه و به صورت انبوه پرتاب میشه. پهپادهای نسخه جدید شاهد هم که شاهد 236 نام داره، داره یک سیکر بر روی دماغه خودش هستش که میتونه به دنبال هدف بگرده و اهداف متحرک رو هم شکار کنه. این نسخه جدید سر در بخش موتور بهینه شده تا سرعت پهپاد رو افزایش بده و مصرف سوختش رو کمتر کنه. این موتور در اون یک غلاف پوشاننده قرار گرفته تا حرارت تولید شده توسط موتور رو کاهش بده و به پنهانکاری پهپاد کمک کنه. شاهد 236 هم سر جنگی 50 کیلوگرمی داره و بقیه مشخصاتش مشابه با شاهد 136 هستش. این برنامه به ماجرای پهپاد RQ-170 هم اشاره میکنه که لقب این پهپاد جانور قندهار هستش. این پهپاد یک تهدید برای ایران تلقی میشده چرا که در جنگ افغانستان حضور به شدت فعالی داشته. این پهپاد بزرگ بسیار پنهانکاره و به نوعی یک پهپاد شناسایی و جاسوسی با توان نظارت بسیار بالا بوده. ارتفاع پروازی این پهپاد اونقدر بالا بوده که با چشم‌های غیر مسلح به سختی دیده می‌شده. این پهپاد ارتفاع 3 متری داره و سنسورهای اندازه‌گیر و حرارت‌یاب و اندازه‌گیری تشعشعات رادیواکتیو رو هم داره. اما زمانی که این پهپاد سعی کرد وارد ایران بشه با انجام یک عملیات پیچیده جنگ الکترونیک، ایران این پهپاد رو به کنترل خودش درآورد و موفق شد اون رو در سالم‌ترین حالت ممکن به زمین بنشونه. در نهایت هم با بررسی سیستم‌های به کار رفته در این پهپاد و تشریح آیرودینامیک پیشرفته اون در عرض مدت بسیار کوتاهی، ایران دست به مهندسی که معکوس این پهپاد زد و موفق شد پهپادهای مختلفی مثل سایقه و سیمرغ رو از دل اون پهپاد بیرون بکشه. سیمرغ پهپادیه که بسیار مشابه RQ-170 هستش و کار اصلی اون جاسوسی و شنود مکالمات دشمنه. اما خب توانایی حمل 4 تا بمب هدایت شونده رو هم داره. ارتفاع این پهپاد 3 متره و
تا 15 کیلومتر از سطح زمین میتونه فاصله بگیره. این پهپاد گستره عملیاتی بسیار بالایی داره و یک پهپاد تاکتیکی با قابلیت تصویربرداری بالاست. سیستم ناوبری اون هم بسیار هوشمنده و ویژگی‌های خوبی داره تا سطح مقطع راداری اون رو کاهش بده و برد عملیاتیش هم تا 4500 کیلومتر تخمین زده میشه. اما در ادامه این برنامه چینی به پهپاد سائقه هم اشاره شده که پهپاد سائقه مشابه همون نمونه RQ-170 و اگر بخوایم واضح تر بگیم سیمرغ وظیفه جاسوسی داره و توی این کار بهتره، اما سائقه وظیفه رزمی داره و طراحی اون به شکلی هستش که توانایی رزمی بیشتری به این پهپاد بده. این کارشناس چینی گریزی هم به صنایع غیر پهپادی ایران زده و گفته که ایران در تولید شهپادها، موشک‌های بالستیک و تسلیحات تهاجم سری پیشرفت چشمگیری رو داشته و به نوعی از طریق بسیار جدیدی به مقابله با تسلیحات متعارف آمریکا پرداخته. این تسلیحات با قدرت در حال ساخته و پیشبینی وضعیت پیچیده منطقه احتمال بکارگیری اون بر ضد منافع آمریکایی رو روز به روز تقویت میکنه. چینی‌ها در انتهای این برنامه توانایی تسلیحاتی ایران به ویژه در زمینی پهپاد و مهندسی معکوس اون و همینطور توانایی نگهداری از تسلیحات پیچیده رو تحسین کردند و به شدت براشون جالب بوده که یک کشور با تحریم‌های بسیار شدید تسلیحاتی چطور موفق به انجام این کار بزرگ شده. این گزارش در رسانه‌های مختلف چینی هم با انعکاس خبری زیادی مواجه شد و بسیاری دیگه از مجلات خبری و شبکه‌های تلویزیونی به این برنامه دامن زدن و توانایی تسلیحاتی ایران رو عالی ارزیابی کردن. امیدوار هستیم که این پیشرفت‌ها به بهترین شکل ممکن ادامه پیدا کنه و ما شاهد بروز یک قدرت نظامی جدید در منطقه و دنیا باشیم. خب رفقا، به پایان این برنامه هم رسیدیم. امیدوارم که از این برنامه هم لذت برده باشید و مورد قبولتون واقع شده باشه. به رسم همیشگی منتظر نظرات و پیشنهادات و انتقادهای شما عزیزان هستیم و تا برنامه بعدی همه شما خوبان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.